بیننده های عزیز تلویزیون اورانوس و شنونده های گرامی رادیو کندز، ما امروز در ولسوالی چهاردره ولایت کندز قرار داریم، ولسوالی که در سالهای پسین شاهد جنگ های خونین و همچنان ولسوالی که با طبیعت زیبا و سرسبز هست. همیشه شهروندان از مکانهای متنوع به خاطر سیاحت در این ولسوالی سفر می کنند. پس امروز ما هم خواستیم از این ولسوالی برای شما گزارش تهیه کنیم در رابطه با حاصلات کشت و کار مردم این ولسوالی و همچنان در رابطه با فرهنگ‌های مختلف مردم این ولسوالی برای شما گزارش تهیه کنیم. پس شما هم ما را تا با آخر این گزارش بیننده باشید. ما با سایر هموطنان در این ولسوالی صحبت میکنیم و ما را همراهی کنیم. بیننده های عزیز تلویزیون اورانوس و شنونده های گرامی رادیو کندز، قسمی که گفتیم امروز در ولسوالی چهاردره ولایت کندز آمدیم، در یکی از قریه های دوردست، البته به خاطر تهیه گزارش از نهالشانی فصل نهال است. در این ولسوالی البته ما خواستیم برای شما هموطنان گرامی گزارش تهیه کنیم. پس در کنار ما یکی از هموطنان قرار داره، میخوایم امروزشون بیشتر صحبت کنیم. سلام کاکا جان، خوب هستین؟ سلامت باشی، خوب هستین جان، شما جور از بخیر آمدین. تشکر، سلامت باشین، جهان سپاس، ممنونتان. اسمک زیبایتان؟ نام عبدالواحد از قریه ساخیل باشنده ساخیل است. خب کاکا عبدالواحد در کنار ما هستن، یکی از باشنده های قریه ساخیل ولسوالی چهاردره زیبا، قسمی که بیننده هستن از زان بیننده. واقعا چهاردره یک ولسوالی خیلی سرسبز زیبای هست که خیلی از جاهای کمی وطن ما البته این قسم یک سرسبزی و زیبایی را به خود داره. خب کاکا جان، مصرف چی کارا؟ والا مصرف دیگه نیستیم، نیم شالیس و گندم و پالک و نیم چیزا، فعلا سر شالیس ما. چطور از کاروبار روزگار میگذره؟ خوبه، شکر است، الحمدلله میگذره. خیلی خوب، چی کاشتین؟ حالا فعلا شالی کاشتیم، اون شالی هستن. چقدر زمین شالی کردین؟ یارا تقریبا یک 4 جریب زمین شالی کردیم ما. 4 جریب. خب فعلا در 4 جریب زمینی که شما شالی کردین چقدر مصارف اومده؟ یارا تقریبا یگان 15000 رپا مصرف شده سرش فعلا. 15000 رپا. خب اینا خودتون نهال میکنین؟ نهال خودم ما میکنیم، این قشلاق بچارا میگیریم، ما اینجا قتم ما نهال میشانه دیگه، تا یک بجه و تا 12 بجه رم تو قدیم ما نهال میشانه. جرب چند باز نهال میکنه جوانا؟ جرب 2000 رپا نهال میکنه. جرب 2000. خب یک نفر در یک روز چقدر نهال میکنه؟ یک چارک زمین نهال میکنه. یک چارک. اگر دو نفر باشه؟ نیم جرب زمین. نیم جرب. خیلی خب، از نهال میشه بگوین برای ما که چگونه کشت میشه، چگونه نهال میشه و باز میرسه، میشه یک کمی توضیحات بدین به بیننده های؟ خب که از اول شالیش میگیریم، اون تر میکنیم، تر که کردیم بازور پت میکنیم، بازور پت کردیم یک روز دو روز پتش میکنیم، بازور چی میشه؟ یه تو سبز میکنه، نیش میزنه، نیش که زد بازور میگیریم دپل پاش میتیم. خیلی خب، بازور یک دو سه روز نگاه میکنیم، خدا کمی دیگه هم ریشه میکنه، خود بعد از او خشکش میکنیم که ریشهش بلگه از زمین و پل، از او بعد دیگه باز کود میتیم کم کم و اونو رشت از میده میده رشت میتیم که اشتکواری که جور شو، اگه بانیم و خراب میشه افتاو میزنه یک رقم نازک از بسیار. بله دقیقا، دیگه بسیار خوبیش میهم باز از او دیگه نهال میشه. باز او را میگیریم میکنیم، باز او را میاریم اینجا در پلتیت میکنیم و بعد از او نهال از دیگه بچه را میاریم عشر از دیگه. خیلی خوب، واقعا یک فصل نهال شانه خیلی یک فصل خوب و زیبایی است، خصوصا برای جوان ها، هر روزشان به موت خوبی میگذره. یعنی تقریبا یک ده روز پانزده روز
دیگه بچه ها بسیار خوب بونه کار کردن، غریب و غربه کارشان جور شد، 500 و 600 و 1000 و 2000 12 صدمی تو کارگرا بودن و نیال شاندن و کندن و مثل سما یعنی فضل خدا نیال شد خلاص شد دیگه اینا. خیلی خوب، امسال آب کم است و اکثریت از هموطنان ما اجازه نهال شانی دادن نشده برشان. نام خدا در این منطقه که فعلا حضور داریم خیلی زمینا نهال شده، علتش در چیست؟ علتش خوی است که نار چارده را به خود است و این نار ایساخل که هستی شخصی نار است، بازی او سرک بالاش نشده و سر چارده را نارش او نشده و اینمی که هست این نار ایساخل که هستی خوب است، شالی کلش یک هزار یک و نیم هزار جرب زمین داره و اونمو کلش نیال شده. خب همیشه یه حال میشه اینجا؟ یه همیشه یه حال میشه فضل خدا. خب مخصوص برای شالی جور شده؟ مخصوص برای شالی هست، این نار که هست بخاطر شالی هست. خیلی خب، امسال چه چیزا کشت شده در چاردره غیر از اینکه فعلا اینجا نهال هست؟ چاردره زمین های بالا تربوز هست و پخته هست و ماش شده، کنجد تو اینمی چیزا خوب است، علی فضل خدا کلش سبز کرده، انشاءالله خوب میشه. خب میوه های مشهور چاردره کدام است؟ کدام میوه ها بیشتر اینجا کاشت میشه؟ میوهش اینمی بعضی مردم شفتالو کدام باغ ما جور کرده و زردالو کم و کثیر است، دیگه چیزی نداره غیر دیقانی اینمی پخته و اینمی سیستمایش خوب است. حاصلات چگونه بود امسال؟ امسال خوب است، حاصلات خوب است، خربوزه شده، انشاءالله خربوزه هم خوب میشه. خیلی خوب، از اینجا گندم چگونه بود امسال؟ چقدر مردم رضایت داشتن ده حاقین از جمعواری گندم یا خیلی؟ گندم انشاءالله خوب بود، امسال گندم ها بسیار خوب گندم ها بود، همیز یک نفر یک شد سه جرب زمین کاشته بود، 600 سیر گندم کردم، گندم کابلی بود، خوب همون تو اصلاح خوب بود، یک کمی عوازت خوب بازم خوب شده گم کو. دهقان رضایت داشتن؟ رضا هستن، شکر فضل خدا رضا هستن. خیلی خوب، قسمی که ما میبینیم چاردره یک ولسوالی زراعت پیشه هست، مردمش دیاقین بیشتر هست، همیشه زحمت میکشن، واقعا قشر دیاقین یک قشر هست که در کشور ما همیشه زحمت میکشن، همیشه زحمت خود کردن و اینجا امسال که قدر زراعت هسته هر نوع کشت میشوه، ریاست زراعت با مردم همکاری میکنه، همکار هست در قسمت یا خیر؟ والا خوب است، می بعضی وقت دوره میزنه خو تو کمک نمیکنه که تو از او کمک از او چی شوی خو، یعنی یک چیز برات میته دو وقتش که او میته او وقت کار خود خلاص کرده باشه، با تمی از اینکه بشینی باز کارت خراب میشه. دیگه خوب است، می یک دوره میزنه قد ما خوبی تو اصلا همکاری نمیکنه که تو همکاری کنه که ما را بعد از دست بگیره و بالا کنه. خیلی خوب، یک چیز میته مدام خودم از جنجال خلاص میکنه و مارم ندانه ما این تو یک چیز میده که از او خوب از دیگه، بازم شکر میکشیم سر اول که تنبان. خیلی خوب، چند سال میشه خودتان مصرف دقانه هست؟ یعنی فعلا خود ما خود ما یعنی که خدا ما را پیدا کرده و دست راسته و چپی خودش ناختیم، یعنی دقانی وظیفه ماست. درس نخوندین؟ نه والا دو وقت دا که ما بودیم انقلاب شو شورایی آمد دیگه راست کل ما یعنی تو در بدر کلی مردم پاکستان گوریخ ما لعنه بودیم و میجه نمی قندوز بسیار وقت همیجه خود وقت تیر کنیم. خیلی خوب، در آن زمانی که شما جوان بودین و باید درس میخوندین و نخوندین، میشه از او قصه کنین چگونه یک وقتی بود از فعلا چقدر فرق داره؟ والا علی خوب بسیار فرق داره، یک وقت ما در وقت زمان شوروی همین قدلیان یک منطقه را قدلیان میگه قدلیان شد، ما بسیار خرد بودیم از امیر آموتو گرختیم را از رای کیمه همین شوروی ما را از امیجا پیش کرده نهر کسی را میزد کسی پرسان کسی را نمیگد، باز راستی قشلاق همین تو شل شده رفت، در این قشلاق هیچ کسی نبود غیر خانه ما بود، باز خانه ما هم کشیدیم رفتیم شاردم شوره خاک و شارم و منطقه عمر خدا تیر کردیم، یکان 12 سال مادم شارم و سو بودیم زمین ها را میلا کردیم اینجا اونم پستی کافر قلعه میگه اینجا شوروی ها بود، اینجا ما آمده نمیتانستیم که بیم شوروی ها بودن یک وقت، باز که ما می آمدیم اینجا سر ما فیر میکردی چه آمدم نمیتانست، جنگل واری شده بود زمین های ما کلی جنگل شده بود، راست دیگه بسیار مشکلات ها زیاد بودن در وقت، ولی شکر فضل خدا بیخی قرار قراری از کدام گپی نیست. خیلی خب، قتل هم بخاطر چی میگه او منطقه را؟ قتل هم بخاطر از آمد که شورای آمد هم منطقه را قتل هم کرد، هیچ کسی را زنده نمان، کسی که کدام سون شهر ما رفته بود در کدام میمانی همون مردمش مان دیگه هیچ کسی نمان، پاک صفا تباکه تقریبا نگان 300 نفر هم اوجه یک دفعه
کلند کشته. کلش رو کشته. خیلی خوب. این کافر قلعه که مشهور هست، از این بگوین چگونه یک قلعه هست، چرا این را کافر قلعه میگوین؟ این خود کافر قلعه بخاطر از این که شوروی اینجا یک وقت آمدن و اینجا کافر قلعه را جور کرد. این قلعه را که جور کرد و از اینجا جغل و ریگ و چیزها را میبرد میدان یوی بازی منطقه را اینا گرفتن. که گرفتن اینا میجا ما قرار دیگه اینا می زمین هم با اینا ماند و زندگی کلش با اینا ماند، ما این فرار وطن شدیم دیگه. خیلی خوب، فعلا بچه ها چگونه هستن؟ درس میخوانن؟ بچه ها شکر از خوب هست، ولی درس میخوانن، خوش شکر کمی روشنه ایستن، مردم کمی بسوس تا بالا میگرد، بچه ها درس میخوانن خوب هستن. خیلی خوب، یکی از تجاربای زندگی خود بگوین که براتون خوشایند بوده؟ ولی دیگه خوشایند یعنی شکر فضل خدا که شب تیر میشه و روز میای یعنی سر ما، شکر از بیخی دیگه الحمدلله یخی شکر میکشم سر یادی. خیلی خوب، جای مشهور ولسوالی چهاردره کجا هست و چه نام داره میشه به بیننده های ما بگین؟ قسمی که ما شنیدیم چهاردره یک ولسوالی باستانی هم است. این ولسوالی چهاردره سرک پایین است و سرک بالا، یعنی قشلاقی ساقیل و وردگ و یعنی میسود تا دا میرشی خدیگه این منطقه کلش بنامی چهاردره یاد میشه دیگه. اصلی خوشلاق ما کس یعنی بنامی ساخیل، این منطقه بنامی ساخیل است. خیلی خوب، جای مشهوری داره چهاردره؟ یک جایی باشه که مردم بدیدنش بیای از شار یا هم از دیگر مناطق های دوردست یا هم از بیرون از کشور؟ ولی دیگه این همی چهاردره، این همی دشتش فضل خدا بیخی یک گل و گلزار است که ببینی بیخی دو وقتش ببینی دیگه این همی واقعا یک طبیعت زیبایی داره. زیبایی داره این منطقه چهاردره کس، یعنی سرک بالایش باز این دشتا بیخی نام خدا، ولی خوب بهار نیست. خیلی خوب، خوب یکی از فرهنگ های خوبی مردم چهاردره رو بگوین که معمولا رواج باشه در اینجا، مردم خیلی دوستش داشته باشه. رواج یکی از فرهنگ های خوبی مردم چهاردره باشه که مردم در اینجا رواج بیشتر باشه. او بازی را زیاد یاد دارن، مردم شاب بازی را دوست دارن، دست دارن، ایدم لبی دریا و منطقه خوب ساعتی شانتیه. خیلی خوب، مکان ها بگیر بسیار خوب هستن، پلوان خیلی خوب. خوب میشه از این بگوین که خواستتان از مسئولین چی از باید در ولسوالی چهاردره؟ گرچند در سالهای پسین یک ولسوالی بود که همیشه شاهد جنگ بود، برای فعلا که آرامی هست، جنگ نیست، خواستتان از دولت چیز در کدام قسمت باید در ولسوالی خدمت کنند؟ باید از اینا بسیار خوب خدمت کنه. مردم ما خوب بسیار قطعشان در وقتی از امی دولتی شوروی گرفته تا با میالی را ما روزی خوب ندیدیم مینالی دیگه، یک چیزی کمک و زندگی مردم برابر کنه خوشحالی از دیگه چی کنیم. تشکر. پیام پیشنهاد گفتنی دارین؟ مایی که ما در خدمت پیام مهمی است که بیادرم دولت قدیم مردم ما کمک کنه، یعنی می پیام ما از دیگه ما اینا رو چی بگویم از بیش بزور گرفتن دانیم، یعنی اگر چیزی کمک اینا کردن ما خوش میشیم. خلاص، ممنونتان، سلامت باشین. قربان. خب بیننده های عزیز، یکی از هموطنان ما بود که همراهشان صحبت کردیم، خیلی صحبت های زیبا هم کردن، پس ما را بیننده باشید، همراه سایر از هموطنان صحبت خواهیم داشت. بیننده های عزیز، قسمی که گفتیم در چهاردره زیبا هستیم، ولسوالی باستانی، ولسوالی سرسبز، یکی از ولسوالی هایی که از سایر مکان های کندوز، مکان های متنوع کندوز، مردم به خاطر سیاحت در اینجا میایند. در کنار ما باز هم یکی از هموطنان ما قرار داره، میخوایم امروزشون بیشتر صحبت کنیم. سلام کاکا جان، خوب هستین؟ شکر است، بله خدا جور خواهدی. تشکر، ممنونتان، اسمه که زیبایتان همیشه و بیننده های ما بگین. سراجدین. کاکا سراجدین در کنار ما هستن. خب کاکا سراجدین، مصرف چه کار؟ اینم کار دیقانی دیگه، چی مار مردم چی کنیم کار دیقانی از رو دیگه کاروبار ندارم خانم دیقانی ما، اول خدا در مادر پیدا کنم دیقانی که در ایستم دیگه کاروبار ندارم. خیلی خوب، درس خونه خونده؟ نه درس مد خطا خوردین یک رو بره مامیدی. خیلی خوب، چطور است دقانه امسال در ولسوالی چهاردره؟ نشار خوب است، پر سرکت خوب است امسال.
خیلی خوب، حاصلات چگونه هسته؟ خب اینم شالیسا، شالی و گندوم اینم چیز هست. چی که بیشتر کش شده امسال در چاردره؟ اینم شالی. خیلی خوب، آب بیشتر هسته؟ بسیار پس خدا بسیار هسته و خوب یلن خوب، اینم دقان خوب، نواب بسیار باشه خوب بیش هست. خیلی خوب، کدام میوه بیشتر کشت میشه؟ اینم خربوزه هست. خربوزه؟ باز چطور خربوزه‌ش، حاصلاتش چگونه هست؟ مردم علاقمند خربوزه چهاردره هستن یا خیر؟ هستن، خربوزه تیفتن پیش هستن، خربوزه کرده. خیلی خوب، باز چهاردره بگویید که چگونه یک ولسوالی هست، مردمش بیشتر به چی مصروف هستن؟ این مصروفت هستن، این دقیقه دقیقه نیست، مصروفتش هست. خیلی خوب، جوان ها چگونه هست؟ در اینجا درس می خوانند؟ درس مست نیست رفیق، درس مست خطا خود، درس مست نیست، غیر رفیقانی نه نکردن و یک بره. خب، اینجا جوان ها علاقه به درس ندارن؟ نه رفیق، درس مست نداره، کدام درس داره ندیگه ایش کلی پشت دیقانی برامده. خیلی خوب، امیدوار هستم که پدرای عزیز، مادران گرامی که صدای ما را شنونده هستن و ما را بیننده هستن از پرده تلویزیون اورانوس، در این قسمت باید خیلی توجه داشته باشند. جوانای عزیز که نسل آینده، آینده سازان وطن هستند، به درس و تعلیم بگذارند تا کشور ما یک افغانستان آباد و سربلند باشد. بیننده های عزیز تلویزیون اورانوس و شنونده های گرامی رادیو کندز، خواستمی که گفتیم ما در ولسوالی چهاردره هستیم و به طبیعت زیبا، مزرعه های زیبا شیشتیم. با حاجی صاحب می خواهیم در رابطه به کشت کار و دهقانیشان و همچنان ولسوالی چهاردره چگونه یک ولسوالی هست و بیشتر صحبت کنیم. میریم امروی حاجی صاحب معرفی میشویم. سلام حاجی صاحب، خوب هستین؟ جور است تکراسی بخرم. ممنونتان، سلامت باشین. میشه اسمک زیبایتان و بیننده های ما بگوین؟ اسم ما احمدین است، از ولایت قندوز ولسوالی چهاردره قره ساحل. کاکا جان در کنار ما هستن، یکی از باشنده های قره ساحل زیبا. خب کاکا جان، مصروف چه کارا؟ مصروف یعنی دهقانی هستیم دیگر، اینجا دیگه مصروفیت نداریم. خیلی خوب، مصروف دهقانی هستیم. بله. چقدر زمین امسال کاشتین؟ خربوزه، تربوز، شالی؟ یک پنجره پلک دارم، یک سه چهار جرب شالی کردیم، یک دو جرب کنجد هست، نمیده قانی دارم. خیلی خوب، امسال حاصلات چگونه بود؟ خوب بود، حاصلات گندم خوب بود. خیلی خوب، مردم راضی بودن؟ بخیر راضی بودن، گندم خوب بود امسال. خیلی خوب، شالی را نشده، نوشندیم. امسال چی کاشته و مردم بیشتر از چار داره؟ شالی کرده، نمیده ناری ساخل است، همی خوامه شالی است. همیشه شالی میشه؟ پرسالم شالی بود، امسالم شالی بود. خیلی خوب، کاکا جان در ولسوالی چهاردره بگویید بیشتر کدام اقوام زندگی میکنند؟ در ولسوالی چهاردره پشتون، ازبک، تاجیک همش هست. تمام اقوام هست؟ همش هست. خیلی خوب، واقعا ولسوالی چهاردره یک ولسوالی زیبای هست. خب از جاهای دیدنی چهاردره بگوین، کدام جا بیشتر سرسبز است؟ در ماه عمل مردم به میله میایند، تفریح میشه، از آن بگوید. ماه عمل خویرم دشت که هست، اینجا در چکر میایدم بغلی کو دیگه، اینجا ماه چهاردره سرسبز است، ماه عمل که اینجا بیایی دیگه. خیلی خوب، از مردم چهاردره بگوین فرهنگایشون که چگونه یک رسم و رواج دارن، یک فرهنگشون همیشه قصه کنین به بیننده های ما. فرهنگ دیگه خود اینجا ندارم، این فرهنگش هست که اینجا یکی از فرهنگ های فرض که عروسی هست یا هم بعضی مسائل عروسیش هست، مردهش هست، با هم
میرم ما اگه ازبک باشه تاجیک باشم اینا میگم که ازبک هست تاجیک هست اما ایش یک چیز است. تمام ما برادر هستیم. برادر هستیم. خیلی خوب، از چهاردره قصه کنین، جای باستانی داره یا خیر؟ چهاردره جای باستانی خوب اینجا نداره، نمی سرک بالا اشکی هست، سرک پیان کرده بهتر است، جای چکرم بگویم اینجا هست. دیگه نمیش خیلی خوب، جوان ها چگونه است؟ در اینجا درس میخوانند؟ زمینی درس برای جوان ها فراهم است یا خیر مکاتب هست نیست؟ میخوانند، میره در مشهر میخوانند. در گذشته ما شاهد هستیم که چهاردره یکی از ولسوالی های جنگ زده بود، بیشتر اوقات جنگ بود چهاردره، مردم نمیتوانست، بیشتر جوان ها خصوصا نسل نوین به درس رسیدگی کنند، بروند یا کورس های آموزشی را فرا بگیرند یا هم مکتب برایند. فعلا چگونه هست؟ فعلا بچه جوان ها میرم درس میخوانند، درس میخوانند، میره شهر درس میخوانند، کورس میخوانند، زمستان کورس شخصی میره. دیگه همینجا حال خوب است، بیشتر خو اینجا بیخیالات کرد و از وقت شوروی تا این می امارت که در جمهوریت بود در شهر اینجا تو روزا تیر شد، شو خانه را اعلام میکردیم میرفتیم در دشت خواه میکردیم از دست چپا. حال ما می سری خوش هستم که قرار شدیم دیگه، او قراری است، مردمم نامید نشوه، اگه امریکا بانگم بند کرد هرچی کرد بانگ خداوند الاست میشه بسته با هم بدیم همین وطن خدا بسازیم. پیامتون چیز به نیروهای امارات یا هم حکومت فیلند که حاکم است در افغانستان، پیامتون به او چی است؟ پیام ما در امارات همی است که همین مکتب اونا است، همی را زودتر اعلا کنه، اونا ساق بطیه در اچیش دیگه همین مکتب اعلا کنه، سر مردم خود شفقت کنه. بله، خواست تمام هموطنان ما همی است که باید مکاتب برای خواهران ما باز شود. مکاتب پیدا شود. خیلی خوب، دیگر پیامی دارین به بیننده ها؟ نه خیر، پیامی خواسته ندارم، همین پیام در امارت دارم که دیکان کمک کنه، کود بتیه، تخم بتیه، دیکان بیخی غلطی دگی است. واقعا دهقین یک قشری است که همیشه زحمت میکشه. زحمت میکشه. یک بوجی گندم ببری یک بوجی کت نمیشه. خود مدینه روز برده بودم یک بوجی گندم سودا کردم 5 سیر کت شد. باید دهقین همکاری شه. آهان قیده خان همکاری کنه. ممنونتان. خیر ببینید. تشکر. بیننده های عزیز، قسمی که بیننده بودین همراه سایر از هموطنان صحبت کردیم در رابطه به حاصلات امسال و همچنان ولسوالی چهاردره چگونه یک ولسوالی هست و بیشتر چی چیزا در اینجا کشت می شود. پس شما هم ما را همراهی کنین، همراه سایر از هموطنان نیز صحبت بکنیم. بیننده های عزیز تلویزیون رانوس و شنونده های گرامی رادیو کندز، قسمی که گفتیم امروز در ولسوالی چهاردره زیبا هستیم، در پالیز های خربوزه و تربوز و همچنان زمین هایی که نهال شانی می شود آمدیم، خواستیم برای شما گزارش تهیه کنیم از زراعت ولسوالی چهاردره، از کاروبار هموطنان ما. در کنار ما باز هم یکی از هموطنان قرار داره، میخوایم امرایشان نخست معرفی شویم. سلام کاکا جان، خوب استین؟ خوب استی برادر، بخیر استی؟ تشکر، سلامت باشین. میشه اسمک زیبایتان به بیننده های ما بگین؟ اسم ما لالدین، از ولسوالی چهاردره، از قریه ساخیل. کاکا لالدین از قریه ساخیل باز هم در کنار ما هستن. خب کاکا جان، مصرف چی کارا؟ مصرف همین کاروبار خربوزه است دیگه، خربوزه را حق داده رسیدیم. خیلی خب، خربوزه خیلی ناوقتی نیست؟ ای گندم پاز دیگه، گندم دراو کنیم پاز از خربوزه شاندی. با یک تیر دنه شان زدین. اول گندم باز خربوزه. بله.
خیلی خوب، چگونه است امسال خربوزه، تربوز، حاصلات امسال در ولسوال چهارتره؟ والا علی خو معلوم نیست دیگه، بوتاش خوب از لخته خوب است. خیلی خوب، تربوز خوب کنده این در آه، تربوزه خوب رسیده دیگه. خب چگونه بود امسال؟ خوب است دیگه. خوب بود؟ خوب بود پس لخته. از گندم چگونه بود؟ گندم امسال مردم راضی بودن دهقین؟ آه پس لخته گندم خوب بود. خیلی خوب، چی چیزا کاشت شده امسال در چهارتره؟ همه گندم از دیگه، پخته است، پلک است، شالی است، اینی چیز هست دیگه. خیلی خوب، بیشتر کدام چیز کاشته شده؟ شالی زیاف است، بختم زیاف است، کچالو خلاش دیگه. امسال گرچند در سایر ولسوالی ها البته آب کم بود، با کم بود آب مردم مواجه بودند، از طرف دولت به بعض از هموطنان ما اجازه نهالشانی البته داده نشده زیرا که آب کم بوده. چطور در ولسوالی چهاردره و در قریه ما بیشتر شاهد هستیم که مردم نهالشانی کرده رفته را هستند و بیشتر زمین ها نهالشانی شده، علتش در چی است؟ والا اول خواب بسیار کم بود، ولی شکر از زیاف است، مشکل او علی نیست. همیشه این منطقه این گونه شالی بیشتر می شود؟ بله، همه زمین هم شالی می شود، چند سال می شود دیگه شالی نشده و بغل شالی شده، بغل فلک و چیز هستی. خیلی خوب، از کاروبار خود بگویید که همیشه اینجا مصروف هستین، واقعا دهاقین یک قشری است که همیشه در وطن خدمت میکنن، همیشه زحمت میکشن، باز از این آید خوبی به دست میوارین یا خیر؟ ها پس دخت خوب است، از راضی هستیم. راضی هستین؟ ها شکر است. خیلی خوب، سالانه چقدر فیصدی بگید نتیجه میگیرید؟ او والا دیگه معلوم نیست دیگه. خب البته از امو گندم و چیزی را که جمع‌آوری میکنن از برش استفاده کرده میروین دیگه. آه بله. نمیشه. آه دیگه. خیلی خوب، امیدوار هستم که همیشه در کارهای خود موفق باشین. از یک میوه های مشهور چهاردره را بگوین که خیلی مشهور باشه و مردم دوست داشته باشه همیشه به خوردن اون میوه در اینجا بیاد. اون میوه خود زیاف از دیگه، شفتالو است، انار است، خود دیگه انگور و چیز هست دیگه. مشهور هستن و مردم بیشتر استفاده میکنن. بله. خیلی خوب، غذای مشهورش را بگوین. غذایش دیگه چی بگوین؟ خب ایتو یک خاطراتی دارین که از کار خود، از زندگی، از روزگار خود که براتون خیلی جالب تمام شده باشه؟ والا دیگه از کار خود راضی هستین. خب یکی از خاطرات خوبی خود بگین اگر در یادتان باشه. والا دیگه علی میبخشید. خیلی خوب، یکی از فرهنگ خوبی مردم چهاردره بگین، چی فرهنگ خوبی دارن؟ والا دیگه میمان دوست است، فرهنگ شرمیست دیگه. میمان نواز است. میمان نواز است. خیلی خوب، امیدوار هستم که همیشه موفق و سرفراز باشین، پیامی دارین به بیننده ها؟ بخیر باشید، زنده باشید. ممنونتان. ممنون. خب بیننده های عزیز، پس ما را همراهی کنین، همراهی سایر از هموطنان صحبت میکنین. بیننده های عزیز، قسمی که بیننده هستین، ما هم در ادامه گزارش خود هستیم و در قریه ساحل ولسوالی چهاردره زیبا در کنار ما باز هم یکی از هموطنان دیگر قرار داره، میخوایم امرایشان بیشتر صحبت کنیم. سلام لالا جان، خوب هستین؟ جور بخیر. خوب است، شما بخیر هستین؟ تشکر، سلامت باشه. نسبک زیبایتان؟ الفدین. لالا الفدین در کنار ما هستند. خب لالا جان، مصرف چی کارا؟ مصرف همی کشت و کارو که شاورزی دیقانی است. خیلی خوب، چگونه است کشت و کار امسال؟ کشت و کار خوب است امسال، خو که اگر پخته باشه پلگوی خربوزه باشه بهتر است امسال. خیلی خوب، چند سال میشه مصرف دیقانی هستیم؟ یعنی که 10 سال و 15 سال میشه. خیلی خوب، بین از جوانی خیلی جوان بودین، مصرف کاروبار زراعت هستین. بله بله. خیلی خوب، میشه یک سوالی که البته شاید به ذهن بیننده ها هم این سوال باشه و پیش ما مطرح شده، اکثریت جوان ها در ولسوالی چهاردره مصروف زراعت هستند، اکثریت از هموطنان ما را که میبینیم مصروف کاروبار دهقینی هستند. خب علتی از در چی است؟ آیا در اینجا جوان ها بیشتر به درس و تحصیل علاقه دارن یا خیر؟ علاقه چرا؟ علاقه بسیار زیاده داره برای درس و تحصیل، ولی گیر است دیگه، دمی کشت و کار و کشاورزی گیر است دیگه، نمیتوانه که
برای مکاتب برای اصلا خواهد چه. خیلی خوب، از سالهای گذشته بگویین آیا جوان ها میتوانستن درس بخوانند در اینجا یا خیر یا هم همیشه جنگ بود و مردم نمیتوانست به درس برود؟ چرا قبلا خود جنگ بود نمیتوانست، ولی الان که ماشاءالله بهتر شده، امارت اسلامی که آمده برش بهتر شده، الان بسیار خوب است. الان که میرود درسایش هم خوب شده، بسیار بهتر شد. خیلی خوب، دیگه همی کشت و کار است دیگه، کسی قدر خیلی خوب وقتی بیکاری نیست که تو کشت و کار است. ممنونتان، پیامی دارین؟ قربان، سلامت. ممنونتان. خب بیننده های عزیز، پس ما را همراهی کنید. بیننده های عزیز تلویزیون رانوس و شنونده های گرامی رادیو کندوز، این بود گزارش ویژه ما که امروز از ولسوالی چهاردره ولایت کندوز برای شما تهیه کردیم. امیدوار هستم که گزارش مورد پسند شما دوستان و عزیزان بوده باشه. تا گزارش های بعد دوباره در خدمت شما برمیگردیم. شما را به خداوند یکتا و یگانه می سپارم. وقت و لحظات خوش. خدا نگهدار.